دارم دنبال انس پیغمبر میگردم داستان سلما بنت مالک و کشته شدن سلما رو براتون میخونم 370-371 از جلد سوم داستان سلما رو من برای شما خوندم. خب سلما زن بزرگواری بود، آورده بودن برده کرده بودن و اونجا کلفتی میکرد. خب برده چیکار میکنه؟ خوندم خدمتتون، یه روز گفت آیش اجازه بده من برم پدرم مسلمان کنم، بیا اونا رو بیارم اسلام مشرف کنم، نور اسلام در دلشون در واقع بتابد. گفتم باشه برو. رفت سپاه جمع کرد و سپه سالاری سپاه رو خود این دختر برای اعاده حیثیت خودش به دست گرفت. این دختر عرب بوده، زنان عرب نم چی بودن، اسلام آمد براشون حقوق معلوم کرد. آقا زنده به گوری واقعی رو از من میپرسی؟ اسلام برای زنان آورد، زنده به گوری در بعد وسیع، زنده به گوری. شما آخون دیدید عاشق بشه؟ لا والله آخون عاشق نمیشه، آخون عشق نمیفهم. خب اینجا خوندم خدمتتون، خب اینوش دروغ هم اینجا مورخ می نویسه، مثل این جمله، این جمله دروغه. پیغمبر گفت ای عایشه، خب میگوید که او را به عایشه بخشیده بود و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد، سلما با گروهی زنانی دیگر اونجا نشسته بود. پیغمبر گفت ای عایشه، اندر این میان زنی هست که سگان بر او بانگ کنند و خدای و پیغمبر را آسیب بود و نگفت که این زن کدام است. هیچ همچی خبره نیست. پیغمبر علیه السلام هرگز نه آینده رو میدان، نه کسی در تاریخ بشر از آینده خبر میتونست بده، ممکن نیست. هزار دلیل در همین کتاب هست. اینا سخنان نادرست مغالطات، حواسمون باشه. و نگفت که این زن کدام است. پس اون سلما دستوری خواست که به حی خیش باز شود و مادر و پدر را به مسلمانی خواند. عایشه دستوری دادش، او به خانه خیش باز شد و پدرش مالک بمرد. پدری داشت به نام مالک، فوت شد و او را برادری بود نام او حکمه. اون روز که عینیت ابن حسن بر مدینه تاختن آورد و اشتران پیغمبر علیه السلام براند و سلمت ابن الاکوع از پس ایشان بشد و اون اشتران باستدرد و پیغمبر از پس بشد، این حکمه با اونیه بود، چون یاران پیغمبر اونیه را و مردمانش را دریافتند و با ایشان حرف کردند و عبدالله ابن اونیه را اندر یافتند و بکشتند، این حکمه نیز اونجا کشته شد. سواری از یاران پیغمبر نام او قتاده او را اندر یافت و بکشت و اون خواهر او به حی قطفان همی بود و مردمان حی او را بزرگ داشتندی از بهر بزرگواری پدر و مادرش. خب اینجا انصاف به خرج میده، اینا مردم بزرگوار بودن، طبری از بهر بزرگواری پدر و مادرش، مردمان میگوید او را بزرگ داشتندی. اگه شیعه بود چند تا فحش هم اینجا مینوشت. خب و از بهر بسیاری خواسته ایشان، میگه چون هم بزرگوار بودن هم بسیار ثروتمند بودن خانواده این سلما که مالک باشه و همسرش. پس چون عرب همه مرتد شدند از پس مرگ پیغمبر علیه السلام، این سلما نیز مرتد شد. چون طلیحه به هزیمت بشد و عینیه را بگرفتند و اسیر به مدینه بردند، این سلما با جماعتی مرتدان به دهی شد به نزدیک آبهایی. میگه به نزدیک آبهایی یعنی به نزدیک
چاهای آب، چاه میکندن، اونجا آبی وجود ندارد. و اونجا بنشست و هر که از اون مرتدان سوی او گرد آمدندی، او را اجر دادی و مردمان را گرد همی کرد، گفت من با خالد حرب کنم و خون برادر حکمه طلب کنم. برادرش را هم کشته بودن، اون حکمه که داستانش خوندم خدمتتون، هم برادرش کشته بودن هم خودش رو اسیر کرده بودن. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود. عرض کردم اعراب همه بازگشتن از دین اسلام، خالد ابن ولید رب قتل عام کرد، به ضرب شمشیر همه رو برگرد. میداد به کشتن مرتدان مشغول بود. او را خار داشت، او را خار داشت یعنی گفت اهمیتی نداره. گفت از زنی چه آید؟ تا کارش بزرگ شد و سپاهی بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند. ناراضی بودن، خب نمیخواستن آقا مسلمون شد، باج باستی میدادن، آمدن پشت سر کی؟ سلما، سلما بنت مالک، این زن دلیر. این زندگی ارزشش در خوردن و خوابیدن و پول داشتن و اینا نیست، ارزشش در این است که در مقابل در واقع تجاوز ایستادگی کرد و برای ارزش‌های بزرگ مرد، در راه آزادی مردن در واقع یک چگونه عرض کنم، یک سعادت بزرگ است. نه اینکه این زن نامش در تاریخ مانده، درسته که تاریخ نویس میگه مرتد شد، ولی میبینیم که داره تحسینش میکنه، میگه پدر مادرش بزرگوار بودن، چنین و چنان بود. در راه عاده حیثیتش کشته شده. خب گوه از زنی چه تا کار بود؟ بله. و کارش چنان شد که خالد را به تنخی سوی او بایست شدن. اینقدر کارش بالا گرفت که چاره نبود که خالد بایستی میره، بزرگترین سپه سالار اسلام بایستی میره به جنگ این زن. و او به حرب خالد بایستاد و حربی کرد سخت تر از حرب طلیحه. جنگ بسیار بزرگی کرد این زن. و این سلما بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار به گرد او اندر ایستاده بودند و حرب بدون جای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید، این سپاه نپراکند. خالد دید کار پیش نمیره، گفت تا این زن ایستاده و اون شطور که شطور فرماندهی است بر سر پاس، کار به جایی نمیرسد. که البته یک بار دیگر هم یک زنی بعد از سلما سوار یک شطوری شد به جنگ علی و علی همین حرف رو زد، گفت تا اون شطور ملعون بر پاس و اون زن در اونجاست کار پیش نمیرود. اون عایشه بود در جنگ جمل. شما ببینید که اختلاف و نفاق چگونه بوده بین علی، یعنی علی تا چه میزان اهل نفاق بوده که زن پیغمبر آمده به جنگش. خیلی حرفه. با کی؟ با طلحه، با زبیر، نصف مسلمان. سوار شطور، شطور سرخ موی، چندین دست گفت قطع شد که هر دستی قطع می شد اگه دست دیگری مهار شطور رو نگه می داشت. خب و خالد منادی فرمود و بانگ کرد که هر کس که اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را 100 اشتر دهم. و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن از عز سلما اندر میان اون لشکر. از عز سلما، از بزرگواری که سلما داشت و احترامش داشتن، هیچ کس نمیتوانست نزدیک اون شتر برسه و اون شتر را قلم کنه یا اون زن را بکشه. پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد و 100 تن را در پیش اون اشتر بکشت.
از اون کس ها کرد گرد او اندر بودند تا بدون اشتر توانست رسید و اشتر را شمشیری بزد و پایش بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت. ماشاءالله سپهسالار اسلام زن بکشت و نامه این فتح سوی بوبکر فرستاد. پس از اون که قره را فرستاده بود به 20 روز دیگر، اینم داستان سلما بنت مالک، دختر دلاوری که از حیثیت خودش دفاع کرد، با متجاوزین جنگ کرد، چون کار این برادران ما از اول با تجاوز و تحمیل بوده، تجاوز و تحمیل، هنوزم این ذهنیت عوض نشده، هنوز ذهنیت برجاست. یک بانوی محترم نجیب شریف ایرانی رو هم در مطب دکتر من شناخ، سلام علیکم این حرف که من زرتشتیم، دریه است، هر جا می رفتیم مغازه دارا دست نزنی به سیب تو نجسی، دست نزنی نجسی، یک ایرانی به هموطنش بگوید تو نجسی. نجس در واقع اندیشه اون آدمی است که دیگران رو نجس می‌بینه. خوب نگاه کنیم اینجوری است.